در این برنامه با من فیاض نجمی. سلام بر سفر همه جان. خوب صد من صد دارید قصه را باشه قصه های که شاد درد روزگار خنده های چشیری و دیدار هموطنان را در برنامه دیدی نو از چنل یوتیوب گپنو همه روزا ساعت 9 شب برنده باشه. شما تا بتانیم که درد و مشکلات این خانواده را به تصویر بکشیم و تا بیشتر از حالت و حوال این هموطن ما جوا شدیم ببینیم که بچی حالت خانواده هایی هست که زندگی میکنن و در این ماه مبارک رمضان بچی حالت بسر میبرن. این بار هم در این منطقه تیمنی که این فامیل زندگی میکنن با مشکلات بس و دشوار دست و پنجه نرم میکنن، اما شاید بگوییم که کسی هست که در مقابل ما جوان است، بله، اما متاسفانه در افغانستان، بدبختانه در افغانستان، بلکه نه تنها جوان ها بلکه کسایی که ماستری و دکترا داره اونا بیکار هستن. چی بسا که باشه برای این جوان هایی که واقعیت شهامت میکنن، غیرت میکنن، در بیرون از خانه کار میکنن، یعنی اینا کسی هستن که در مارکت کار میکنن، با این اطفال خود هستن که بغلان به خاطر جنگی که در اونجا بود نتونستن زندگی خود ادامه بدن، اینا در اینجا بودن. و همچنان بونی که در مقابل دیگه ما که میبینیم، اینا هم مادر ما هست که در همسایشون زندگی میکنن، اینا هم از سمت بدخشان آمدن و در اینجا زندگی میکنن. شوهرشون مریض است، در شفاخانه بسر میبرن، به خودشون همچنان نقصانی که در مقابلشون داره اینا رو هم آوردن. بین حضراتشون بیشتر جوش شویم که بیشتر خودشون بگن که با چه مشکلاتی هستن در این ماه مبارک رمضان، در ماهای دیگر کسی هم روشون کمک کرده یا نه. خسته نباشید بده خوب هستیم شما سرمند هستیم شکر شد دستان بین از دردتون از مشکلاتتون بگوین تا بیشتر همه هموطنان ما آگاه شود. من مشکلات خود زیاد هست، مشکلات هر کس مشکلات داره، ما مشکل داریم به کار میتونیم بندمو خمیشه که میاریم در خانه مثلا یا صد روپا یا نیم صد روپا خودتون یادآوری کردین در چارهای مارکت کار میکنم روزانه چقدر کار میکنیم؟ روزانه دو ساعت یا نیم ساعت دو روز میایی که نمیشم دیگه مشکلات داریم در خانه مثلا کرای خانه است و دیگه است خانه هم کرایی است؟ آه کرایی است. ما چند کرو میتیم؟ ما 3000 روپا کرو میتیم، ما 3000 روپا ما میتیم، 4000 روپا یا کرو میتیم. در اینجا مجموعا در اولی چند نفر هستن؟ در اولی چند دو فامیل هستن، دو فامیل هستن، در دو فامیل 7000 کرو میتن و این منطقه تیمنی هست. و هی کاش همه ما کسی شویم که بهم حضالت همسایه خدا آگاه شویم. من که آمدم در چهار سمت دیدم، نمیخوایم بر کسی توهین بکنم و نمیخوایم کسی را مقصر بدارم، واقعیت کسایی زندگی میکردن که از نگاه ثروت، از نگاه دارایی خیلی خوشبخت دارم داشتن، اما از این حالت همسایه خود آگاهی ندارن که اینا با چی حالت بسر میبرن و همیشه معتود نمیتونیم چی بگویم. خیلی دردآور از وقتی که از حالت همه هم بتونن آگاه میشیم. خب مشکلات خود داره هر کس. شما هم چه خسته نباشید، خوب هستین، ان شاء الله صدمند هستین، شاکر زنده و سلامت باشین. ببین شما از دردتون بگوین، از مشکلاتتون بگوین در این ماه مبارک رمضان، با چه مشکلاتی هستین وقتی که سرت سرخال میبینی، چیزی نیست و شبرتون با دوست خالی میه، چقدر گوقده و دلتون دارین و چقدر جگرخون میشین، میشه به آزاد قصه بکنین هموطنان رو ما پوشش نوا دارد میشه چی کنیم دیگه وقتی که سرخان آوار میشه هر چیز کم بوتی میکنیم، اما چیز که خدا واسه میگیریم بخطا میکنیم، میخوریم، میشنیم دیگه طفلم گیران میکنه، این چیز بیار و چیز بیار نداریم دیگه چطور کنیم. از جنگ ریختیم در کشلاق و من جنگ رجا آمدیم دیگه بدم نرزم. چند سال شده کابل آمدیم؟ اینم دو سال، سه سال میشه، دو سال میشم.
دو سال شده از کار بودم. فامیل دیگه اینجا هست یا اونجا هست؟ نه کلا که دم اونجا دارم. این دو کنی دو خالی زندگی میکنم. دم اونجا هم هستم. یک روز میگروزه یک روز میهین دیگه. ما نتانستیم. ما ای را گفتیم بودم بریم دیگه. اینجا خانه باشیم. ما دم اینجا آمدیم. این خانه رفت و زور پا گرفتیم. چیزی که خدا واسه برد دسترخانم رو میخوریم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر کمی حکر. یک لبنان حلال با شهامت با هزو هزاران پیسیه که بعدش باید رو با دیگه به دسم ازش داره. و ای که خدا من خودم تعالی سبا گذار هستم که تا به حال وعیدم برای همه ما ساعت کامل داده و برای خصوصاً برای ما و شما مردم هموطنان ما که در بیرون کشور به سر میبریم و همیشه به کمک همکاری با افغانهایی داریم که در اینجا با حالت نشندان خوب به سر میبرن و شما زنده و سلامت باشین از زاید دل که به همیشه وقتی برنامه ما را همراهی کردن و کمک همکاریشون همکاری کردن کمک ها همکاریتون برای ما رسیده نوبت به نوبت انشاءالله تا آخرین ماه مبارک رمضان ما با فامیل با مقدار پولی که روان کردیم ما تقسیم میکنیم. خب اینجا مادر دیگر ما هم هست که اینا از زندگی خود میگن از مشکلات خود میگن ببینیم با مشکلات اینا هم باشه. سلام برسه خوب هستن انشاءالله. بین مادر شما هم قصه بکنیم از مشکلات خب من سه تا اولاد دارم. خدا بشه شوهر من مریض است، یک سال میشه بیکار است. دیگه خودم یک بسی هزار کار میکنم، 4000 کرایه خانه میشه، 2000 میمونه. دیگه من دختره که مکتب خلاص کرده، پانتون خانده نمیتنه، بچه ها کنم در کورس میره. خودتون گفتیم کار میکنی، خودتون چی کار میکنی؟ خود من صفایی میکنم. در کجا؟ در وزارت مالی. وزارت مالی، ماه چند ماهش دارین اینجا؟ 6000. ماه 6000. دیگه کسی نیست کار بکنه؟ نه دیگه شوهرتون مریض است. بچه ها کنم خورد از مکتب هست. یه کارای مکتب هم سعی ندارم. به مشکلات هست این دیگه توقع بخدا. پناه بخدا. پناه بخدا خدا هنده متعال میروانه شما تشویش نکنین. هم بطران میروانه ما همیشه و در کنار شما هست. و لطفا میروانیشان در خوکم کنار شما هست. من مریض شد دیگه. قرض ما هم کرده مکتب عملیات شد. گفت یادآوری کردیم که شفرتون مریضی دارن. دقیقا اگر میشه معلومات بتین مریضی چی داره؟ یا بر کیسای سفرایش بود پاکستان پیش دکتر اینجا چایز بود؟ آی جا دیگه نه چیزی هست ازش که برد نشان برد دوستای ما نشان بده؟ آی اینجا نخصای شده اکسای شده موازار پنگ یعنی اکسار در شفخانه فرانسوی ها گرفته نخواه کابل آره خواه کابل یک سال هم یاده ولی میکنم که در شفخانه فرانسوی ها گرفته و من بلغم نو هست رو بکنیم چند رو پایی کنسل پر ما کنم دیگه این نمیلی ها چیز کنیم رو تداویش مانده دیگه پیسانی خب خدا ما چه عملیات شده؟ سه دفعه عملیات شده. بیشتر وضعیت چیه؟ خب دیگه هم عکسایش هست که دامدار پیش دکتر رفتن و دوا دادن و نقطه شده بسن. حالا شبرتون کجا هست؟ میشه شبرتون کجا هست؟ آره دمین رفتن پیشتیم دکتره که مستدن مکتب میکرد. دخترک خود داره اون رو دخترک خود من دمسایه میبرم به تابیگان بزامه کنم دیگه نمی نخصه و این چیزایش هم خب بیا بیا شما خصه بکنین از اینکه دماغیت میرین حسب سالگر اینجا هم رو میکار میکنین که مشکلات رو داشته باشین در این دو محل با چه مشکلات رو برو هستین با چه مشکلات رو برو میشین والا مشکلات زیاد هست اینجا خانه میاییم دمو خانه رو دارم دمو رو هر چیز میبینیم که اینه میشه ماه مبارک رمضان است نمیره باید در خانه ببریم وقتی که پیسه نباشه دیگه نباشه ما به خانه میاییم خانه پشکه گرفته میاریم به خانه بکنیم دیگه واقعا نکه ما که در خانه هست که جمعه کسی از همسایه و چهار دو بغل و خیشا و خامو کسی تون سراغ تون کردن؟ تا نه کسی نه سراغ ما را گرفتن نه سراغ اجا را گرفتن اول نفر شما هستین که آمدین بستان ما را کردیم دروازه ما را زدیم دیگه کسی نام رو بطن خب خدا مهربان است که بتونیم بیشتر کمک های ما را برای این فامیل های دماغ بتیم و همین اکنون شما که شما را تماس این خانواده را در روی صفحه های تلویزیون تون میبینین میتونین مستقیم امروی خودشون تماس بگیرین و یا که به نمبر تماس برنامه ما تو میتونین تماس بگیرین هر کمک و همکاری که داشته باشین مستقیم ما بر خانواده هایی که میخواین برای شما کمک بکنیم و یا با فامیل هایی که بر ما ثبت رای سر شده همراه ما تماس گرفتن ما ثبت رای سر داریم تا آخر ماه مبارک رمضان همراه اونها کمک همکاری داشته باشین ان شاء الله ما در خدمت هستیم بتونیم که کار خیری را و امشالله این کار خیر هست که امشالله خداوند متعال نصیبش هر یک شما خواهد کرد و این صدقی هست که امشالله تا دم مرگ همراه ما و همچنان در توشی در روز آخرت خواهد برای ما شد. خب امروز هم دوستای عزیز هموطن را از ما میربانی کرده بودن از بیرون از کشور بر با پل فرستاده بودن جهان سباز هر یکشان ما هم بر این فامل پلایشان آوردیم که بتونیم بر این فامل تقسیم بکنیم
که مجموعاً مبلغ 8000 افغانی میشه که برای نامه تسلیم میتیم ان شاء الله بتونن از استفاده خیلی خوبتر بکنن و اندک بتونن اندک مشکلاتشون حل بسازن. با برای مادر 3000 برای نامه نظر میگیریم و 5000 برای نامه که بتونن ان شاء الله در یک اندک مشکلات با همچنان یک روزگار خود بتونن چلانده و ان شاء الله در آینده های بعدی اگر شما کمک همکاری میکنین در نمبر تماس خودشون میتونن تماس بگیرن و این کمک هم از طرف بانولیدا 2500 افغانی و همچنان از شمتلا 3500 افغانی و 40 دلار از طرف مارینا یوسفی جهان سپاس هر حز هر یکشان که اونا میربانی کردن لطف کردن که بر ما کمک همکاری کردن ما این پولا در خدمت نیاز قرار میدیم ان شاء الله که بتونن از یک استفاده خیلی خوب تر باشه. خب کسی که امروز شما این کمک همکاری را کرده اگر کدوم گفتنی داشته باشین خیر به ما خداون ما خیر بتا که بر ما کمک کردن در ماه رمضان خداوند خوربانتان. خب همیشه اگر شما کدام دعای داشته باشیم هر دوست از این کمک همکاری کردن بر دعای هر یک شما نیاز داره و نیازمند هستن اگر کدام دعای داشته باشیم خدا خیر بتوارم که از دل ما خبر شدن دل مسمی خبر میشن از دل غریب خبر میشن خدا با وازیات بتم که امره کلگی کمک کنم انشاءالله شما زنده و سلامت باشین. شما مادر جان چی گفتنی داره؟ ما میگم خداوند همی کمک کده هر چی باش بتا دیگر از این کده زیادتر خداوند باش کمک کنم کمکی بر ما کنم. شما زنده و سلامت باشین قربانتون. خب دوستای عزیز بازم یادآوری میکنم مقدار پولی که بر ما فرستاده بودین بر ما رسیده ان شاء الله بر تک تک خانواده هایی که بله. نیازمند است ما برشون میرسونیم. شما کاملا مطمئن باشین به شکلی که از اینا نام بردیم در برنامه‌های بعدی ان شاء الله خود نوبت شما هم رسید که بتونید نوبت شما هم میرسه و بتونید بر هر یک اونا ما نه پولشون تقسیم کنیم. برنامه این شب ما تا به افطاری دیگر شما رو بر بای پاک به نیاز میسپاریم شاد و خرم در کنار فامیلتون باشین. روزا نمازتون به درگاه خداوند قبول. Thank you.